سلام به همه آبیا، اس‌اس‌یا، تاجیا و همه ایرانیا و فارسی زبانای جهان. به کانال خودتون خوش اومدین. بریم با هم دیگه اولین بازی استقلال تو نیم فصل دوم رو ببینیم که بازم بردیم. تو ویدیوی پیش بازی هم بهتون گفته بودم که احتمال زیاد میایم و صنعت نفت رو میبریم و من فکر نمی‌کنم که سهراب بختیاری زاده تو این فرصت کمی که داشته تونسته باشه تیمی رو بسازه که بتونه برای استقلال مشکل ساز باشه و عملاً هم تو بازی همین اتفاق افتاد. کل بازی دست استقلال بود، اصلا لحظاتی از بازی رو ندیدیم که بتونن سند نفتی رو به استقلال فشار بیارن، حتی بعد از اینکه گل خوردن، و فقط یه مقدار ما بی‌دقت بودیم که توپامون رو گل نکردیم و میتونستیم مثلا با اختلاف 3-4 تا گل ببریم، اما توپامون گل نشد و همون 1-0 تموم شد. اگر بازیکن‌ها تو بازی بزرگتری که خیلی زودم در پیش داریم و با تیمای بزرگی قراره بازی کنیم موقعیت از دست بدن، اون موقع جریمه میشین. یه تیمی مثل ملوان توی انزلی یا بازی برگشتی که داریم بعد از ملوان با سپاهان توی تهران، قطعا اونا تیمایی نیستن که موقعیت جلوشون از دست بدی و جریمه نشی، حتما باید توپامون با دقت بیشتری گل بشه. علل خصوص بلانکو امروز خیلی توپ از دست داد و موقعیت خیلی زیادی رو از دست داد. امیدواریم که تو بازی بعدی بهتر بشه و با دقت بیشتری که انجام میده نتیجه ها رو برامون بهتر بکنه. استقلال با سیستم 3-5-2 وارد زمین شد و یه خوشحالی که من الان دارم و اسکواد استقلال رو داشتم میدیدم، دیدم که اسکواد نسبت به نیم فصل اول فوق‌العاده عمیق‌تر شد و کاملا میشه برای خیلی از بازیکن‌ها جانشین گذاشت و حتی در بین دو نیمه هم یه تغییر سیستم نه ولی یه تغییر جایی انجام داد که سیستم بازی تیم کلن و چرخش توپ تغییر کرد و به نظر من الان که دست جواد نکونام بازتر شده فوق‌العاده بهتر میتونیم نتیجه بگیریم. تو نیمه اول اون ترکیب اولیه که اومد، خب سید حسین و حسینی درون دروازه بود، سید حسینی که بازم کلین شیت کرد و خب جالبه دیگه الان مقایسهش کنیم مثلا با یه آدمی مثل بیرانوند که اونقدر راحت گل میخوره، اونم از 40-50 متری. نمیدونم حالا نظر امیر قلعه‌نویی بوده که بیرانوند همه بازی رو تو دروازه تیم ملی وایسه، دروازه‌بانی که هیچ انگیزه ای نداره و کاملا معلومه که نظر روحی اشتباه شده و براش مهم نیست که چه اتفاقی چه برای باشگاهش میفته و چه برای تیم ملی. و به نظر من وقتش که کلا از فوتبال بزنش کنار، پرسپولیس بخواد استفاده کنه گلای بیخود باز بخوره دیگه دست خودشونه، ولی واقعا به نظر من دیگه بیرانوند جاش تو تیم ملی نیست. پیام نیازمندم دروازه‌بان خوبیه ولی مقابل الهلال خب یه سری اشتباهات داشت و تو دفع توپا ناقص کار کرد که الهلالیا تونستن گل بزنن. حالا باید ببینیم جلوتر چه اتفاقی میفته. من البته ممرز اخبایی رو خیلی قبول دارم، دروازه‌بان بسیار با کیفیتیه و حقشه که به نظر من بیشتر به تیم ملی دعوت بشه و به نظر من اکثر این دروازه‌بانایی که اسمشون رو گفتم قطعا از بیرانوندی که از 40-50 متری گل میخوره بهترن. سه تا مرد دفاعیمون محمد حسین مرادمند، رافائل سیلوا و آرمین سهرابیان بودن. اینکه رافائل سیلوا رو ما نیم فصل خریدیم تو همون بازی اول بذارتش تو قلب دفاع نشون میده که چقدر به رافائل سیلوا اعتقاد داره نکونام. میگن تو نیم فصل همون اولم درخواست کرده بوده که سیلوا حفظ بشه، اما خب حفظش نکردن، تو نیم فصل دوم تیم اضافه شده و الان خب تیم خیلی خوبی داریم، چون که با تعویضی که نیمه دوم انجام شد روزبه برگشت تو خط دفاع و ما سلیمی رو هم روی نیمکت داشتیم که میتونست به میدان بیاد و این نشون میده که استقلال دیگه مشکل دفاعی تو سیستم 3 دفاعه نخواهد داشت. حتی اگر بخوایم 4 دفاع هم بازی بکنیم که راست و چپ داشته باشیم، راست و چپای خیلی خوبی هم داریم که میتونن با هم دیگه تعویض بشن. اون دوتا دفاع وسطمون هم دیگه تعدادشون بالا رفته و میتونیم تعویض بکنیم و این از نظر من خیلی خوبه. توی خط هافبکمون خب سمت راست جای یامگا سال هردانی بازی میکرد که به نظر من از نظر رفت و آمد و موقعیتایی که ایجاد کرد خوب بود، ولی خب اون کیفیت و دقت کوین یامگا رو نداره. اما انصافا سال هردانی یا سعادت هردانی تو تمام بازیایی که برای استقلال انجام داده امسال فوق‌العاده بوده و تو هر پستی گذاشتتش واقعا جواب داده که واقعا ازش تشکر میکنم به عنوان یه هوادار که داره برامون فوق‌العاده بازی میکنه. چپم که جلالی بازی میکرد. هافکای دیگه همون آرش رضاوند، روزبه چشمی و مهدی پور بودن که من از بازی آرش رضاوند واقعا راضی نبودم و خب من از اونجایی که ماشاریپوف خیلی دوست دارم و سبک بازیشو میپسندم ترجیح میدم آرش رضاوند تو بازی بزرگ بیرون بشینه و ماشاریپوف بیاد تو اون پست بازی کنه که بتونه خلاقیت بیشتری داشته باشه و با بدن آماده‌ای هم که داره جنگای بیشتری رو ببره و موقعیت سازی بکنه، شوت زن‌تر هم هست. حالا بعد ببینیم تو بازی بزرگمون علی خصوص مثلا بازی بعدی با ملوان
جواد نکونام تغییر مهره میده یا نه، چون میگم نیاز به تغییر سیستم نداری ولی تغییر مهره به نظر من لازمه. و جالبه که تو سیستم 3-5-2 که معمولا دوتا مهاجمی که نوک میذارن دوتا مهاجمن که به سبک همدیگه نخورن متفاوت باشن که بتونن همدیگه رو تکمیل کنن، جواد نکونام این اعتقادو نداره. گوستاو بلانکو و آرمان رمضانی هر دوشون یه سبکن، قد بلند، سرزن و خیلی هم شوتزن نیستن. البته آرمان بعضی وقات شوتای خفنی میزنه ولی واقعا شوتزن حساب نمیشه. و دوتا مهاجمی داریم که هر دوشون به یه سبک بازی میکنن و نکونام اعتقادش اینه که با این سبک باید بازی بکنن و یه کوتاه قامت یه بلند رو نمیذاره و بعد هم نبوده. حالا بالاخره تیم نتیجه گرفته، موقعیت هم ایجاد کرده ولی خب با دقتی خیلی از موقعیت رو از دست دادیم. داور مسابقه حسن اکرمی، من خودم دوتا صحنه باش موافق نیستم، علی خصوص یه پنالتی که حالا جلوتر بهش میرسیم، اما تعداد خیلی زیادی به ما کارت زرد داد. من با خیلی از کارت زردش موافقم ولی بعضی هم واقعا دیگه زیاده روی کرد و مثلا خیلی عقده، یا حالا مثلا بگیم مثلا میخواست خودشو بزرگ جلوه بده که بگی که مثلا من خیلی داور محکمی هستم و اینا، ببینیم با چه اقتداری دارم کارت میدم. خیلی به نظر من داورایی که میرن تو این فاز که بخوان ادای فوانی رو در بیارن داور بهشون نیستن، آخر سرم به جای خاصی معمولا نمیرسن. کارت زرد واقعا خیلی داد. دقیقه 19 اولین کارت زرد رو به آرمین سهرابیانی داد که پاش لیس خورد و رفت رو پای بازیکن سند نفت که به نظر من کارت زردش کاملا درست بود. 23 دقیقه و 30 ثانیه از بازی گذشته بود که اولین موقعیت جدی ما پیش اومد که سانتری از مهدی پور دیدیم و ضربه سر بلانکو که کاش برای آرمین و آرمین شوت زد. ببینید و پارسا دروازه‌بان نفت آبادان گرفت. دروازه‌بان سند نفت دروازه‌بان بسیار خوبیه و وقتی اون دروازه‌بان عراقیه که سنگین و توپل مپل بود و گذاشتن کنار و پارسا رو توی دروازه‌شون گذاشتن، نشون داده که خیلی دروازه‌بان با کیفیتی و واقعا خوشحال شدن که تونستیم بهش بالاخره یه گل بزنیم، چون از اون دروازه‌بانای گل نخور و جنگنده است و واقعا باز کردن دروازه‌اش خیلی سخته. دقیقه 38 دومی کارت زردمون رو گرفتیم که آرش رضاوند گرفت که به نظر من فکر می‌کنم چند بار خطا کرد که بهش کارت داد، که من این کارت رو هم تایید می‌کنم بعد بهش کارت میداد. 43 دقیقه و 20 ثانیه از بازی گذشته بود که سانت سال هردنی و ضربه سر جلالی رفت تو دست پارسا. خیلی شدت و زاویه خوبی نداره ضربه سر جلالی که بتونه دروازه نفت آبادان رو باز کنه. 4 دقیقه از وقتای تلف شده نیمه اول گذشته بود که یه حرکت فوق‌العاده دیدیم از روز به چشمی. انفرادی یه 1-2 هم کرد با بلانکو، دروازه‌بان رو هم دریبل کرد اما نتونست ضربه آخر رو بزنه، به خاطر تعللی که داشت مدافعای نفت رسیدن و توپو زدن به کرنر که به نظر من میتونست روزبه اگر یکم گل زن بود میتونست همچین توپی رو به راحتی گل بکنه. وقتی دو رو از بلانکو گرفت همون لحظه ضربه میزد به نظر من دروازه باز میشد. همون کرنر رو زدن، رافائل سیلوا یه ضربه سر زد که به دست بازیکن سند نفت بود. ببینین ما توی این کانال یه پلیلیست الان داریم که تمام بازی جام ملت‌های آسیا رو من تحلیل کردم، داوری و همه چیشو، صحنه‌های وی آی آر و همه چی هم توش هست. قطعاً اگر این صحنه میرفت وی آی آر پنالتی میشد، چون دروازه‌بان، چون بازیکن سند نفت دستش کاملاً در حرارت غیر طبیعی از بدن جدا شده بود و وقتی سر زد توپ رو دستش نشست و قطعاً این صحنه پنالتی بود. ولی معلوم بود حسن اکرمی یه جوری می‌خواد مثلا بازی رو جمع کنه نیمه اولو تموم کنه و برای همین خیلی به این قضیه اهمیت نداد و بازی همون 0-0 تو نیمه اول تموم شد. اول نیمه دوم یه تعویض کرد جواد نکونام که ساختار بازی رو تغییر داد. ببینید مرادمند رو بیرون کشید، امید حامدی فر رو آورد تو زمین. خب به نظر میاد که خب یه مدافع کشته بیرون یه هافک آورده، چجوری ممکنه همچین چیزی؟ روزبه یه خدرف عقب‌تر تو قلب دفاع وایساد، دوباره همون سیستم 3-5 رو. اما حامدی فری که اومد توی هافبک وایسه مثل روزبه فقط عقب و تخریبی بازی نمیکنه، بازی سازی بهتری داره. به نظر من جنگندگیش هم از روزبه بهتر و کلا من میگم بازی امید حامدی فر رو خیلی میپسندم و اگر به حرف جواد نکونام گوش کنه و چند سالم تو استقلال بمونه به نظر من یه جواد نکونام حسابی از توش در میاد. بازیکن بسیار بسیار با کیفیتی. یه دقیقه از نیمه دوم گذشته بود که یه حرکت تیمی کردیم و یه پاس به عقب از آرمان رمضانی و شوت بسیار سنگین مهدی پور چسبید به تور پارسا و نفت آبادان یکیچ عقب افتاد. به نظر من یکی از اون گلای فوق‌العاده بود که توپ روپاش نشست، چون مهدی پور از اون بازیکنایی که شوت زن، ایستگاهی زن، سانتر خوب میکنه و اگر توپ به پاش بگیره دقت خیلی خوبی هم داره. واقعا خوشحالم که اینجا توپ به پاش گرفت و بازی یکی شد، چون تو بقیه بازی اگر نگاه میکردین سند نفتی ها
تو کل بازی دفاع میکردن، اجازه میدادن فقط استقلالی از دو طرف سانت کنن و تمام ضربای اول رو هم سعی میکردن بزنن و عملا موقعیت نمیتونستیم به این راحتی ها بسازیم و یکی از راهکارها شوت پشت محوطه است که اینجوری هم به گل رسیدیم. یعنی تغییر تاکتیکه به نظر من درست بود. دقیقه 60 کارت زرد گرفت سال هردانی که دستش به صورت بازیکن نفت آبادان خورد که به نظر من این صحنه درست بود. بعدش در عرض 3-4 دقیقه ما 3 تا موقعیت داشتیم که هیچ کدومو گل نکردیم و این ما رو توی جام ملت‌ها نشون داده هر تیمی که گل نزنه گل میخوره. اما واقعا سند نفت زور حمله کردن به استقلال رو نداشت که بتونه دروازه استقلال رو باز بکنه. دقیقه 64-20 جلالی سانت کرد، ضربه سر بلانکو از بالای دروازه رفت بیرون. 3 دقیقه بعدش دوباره این دفعه صالح هردانی سانت کرد، یه مقدار کوتاه‌تر، یه ضربه رباح ماجری بلانکو زد ولی خیلی عالی آروم بود و پارسا تونست توپو بگیره. یه دقیقه بعدش دوباره یه کاتبت دیدیم از جلالی که بازم بلانکو ضربه که زد وارد چارچوب نشد. پشت سر هم بلانکو براش داشت موقعیت سازی میشد. به نظر من استقلال به نظر میاد یه مهاجم شیشدونگ چارچوب شناس نیاز داره. یعنی بلانکو بازیکن خیلی خوبیه ولی بیشتر به نظر میاد همون سبک آرمان رمضانی رو میتونه اجرا بکنه. وایس به عنوان یه قد بلند توپا رو کنترل کنه، بکاره، بسابونه، از این کارا میتونه بکنه. ولی اینکه ضربه آخره خوبی رو بزنه ما از بلانکو تا حالا ندیدیم مگر اینکه جلوتر بهتر بازی بکنه. دقیقه 69 آرمان رمضانی که حسابی خسته شده بود بیرون اومد و مرتاد محمدی اومد تا با حرکات انفرادی و سرعتی که داره بتونه برامون موقعیت سازی بکنه که این کارم اتفاقا کرد، اونم انفرادی. دقیقه 74 یک کارت زرد رافائل سیلوا گرفت به خاطر تعداد بالای خطایی که انجام میداد که به نظر من کاملا درست بود. دقیقه 74 و 40 ثانیه داور یک کارت زرد به مهدی پور داد که به نظر من غلط بود. بازیکن سند نفت مهدی پور رو زد و مهدی پور به خاطر اینکه خطا رو نگرفته بودن به داور اعتراض کرد و داور کارت زد به مهدی پور. خب اگر داور به درستی قضاوت میکرد و از اول خطا رو گرفته بود این کارت هم لازم نبود و به نظر من حسن اکرمی اینجا اشتباه کرد. کلا هم اگر نگاه میکردین از صحنه های بغل خط کاملا دور بود و نمیتونه صحنه ها رو درست تشخیص بده و کمک هم که دیدین معمولا جرأت پرچم زدن به اون صورت ندارن. 83 دقیقه و 30 ثانیه از بازی گذشته بود که جلالی بیرون اومد و جعفر سلمانی اومد که خب دیگه طبیعیه دیگه اون چپ بالاخره یکی از این دوتا باید بازی کنه و معمولا با هم تعویض میشن. دقیقه 85 یکی از بهترین موقعیت های استقلال به وجود اومد و خود مرداد محمدی یه توپ رو بایی کرد و یه حرکت انفرادی خودش رو رسون به دروازه و تک به تک شد با پارسا و ضربه آخر هم زد که پارسا فوق‌العاده گرفت تک به تک و از مرداد و یکی از بهترین موقعیتامون برای گل شدن از بین رفت. یه مقدار بازیکنامون باید تو ضربه آخر زدن دقت بیشتری بکنن و حیفه که اینجوری به این راحتی موقعیتامون رو از دست بدیم. دقیقه فکر می‌کنم 86 بود که یه دفعه حسن اکرمی اومد یه کارت زردم به نکونام داد. من نفهمیدم منظورش اینه که اعتراض داری می‌کنی یا داری از محوطه خارج می‌شی. من خیلی متوجه نشدم این کارت زرد رو برای چی داد، چون خیلی وقتی یه داوری این همه کارت فقط هم به یه سمت میده یکم مشکوکه. بعدم ما سوار بازی بودیم چرا اینقدر کارت میگرفتیم هم خیلی به نظر من نقطه جالبی بود که هم حسن اکرمی تونست از پس این کار بر بیاد. اما امیدوارم این تعداد کارت زردها تو بازی بعدی اذیتمون نکنه که هی بخوایم محروم بدیم و یه دفعه تو یه بازی دو سه تا بازیکن محروم داشته باشیم. دقیقه 93 مهدی پور زننده گلمون بیرون اومد و میلاد شیخ فخرالدینی به میدان اومد که خب بهش خوش آمد میگیم برگشتش به استقلال و امیدواریم که بازی خوبی که تو نیم فصل اول تو آلومینیوم انجام داد و بتونه برای استقلال تو نیم فصل دوم انجام بده. خب دیگه بعد از اونم بازی اتفاق خاصی نداشته، تونستیم یکی سند نفت رو ببریم. حالا که سند نفت رو بردیم با 35 امتیاز و 4 اختلاف نسبت به سپاهان که یه بازی عقب افتاده با تراکتور داره ما فعلا صدر جدول، ما اختلافمون با پرسپولیس هم به 5 رسیده. اختلاف ما با پرسپولیس واقعا 5 امتیاز نیست، خیلی بیشتره. یعنی شاید به نظر من یحیی تونسته پرسپولیس رو تا اونجا نگه داره و یعنی با این اوسماره فهم کنم پرسپولیس همینجوری بازی ها رو پشت سر هم ببازه و اختلافش هی بیشتر و بیشتر بشه و ما چون تیم بسیار بیکیفیته از نظر اسکواد که فوق العاده ضعیفن، مربی هم و طرح و بازی هم که بسیار ضعیف و من فکر نمی کنم رتبه خیلی خوبی بگیرن و هی بعد پایین و پایین تر برن منطقا. بعد ببینیم حالا چه اتفاقی میفته. الان هم که امسال اینقدر رو داوری ها زوم هستن و تو نیم فصل اول هم 10-12 امتیاز بهشون دادن که تو کورس بمونن، دیگه به نظر میاد تو نیم فصل دوم از این خبرها نباشه و احتمالا تو بازی بزرگم از وی آر استفاده میشه.
این جمله‌ای که تاج گفته که وی آر تو بازی بزرگ قرار استفاده بشه، فکر کنم مثلا بازی استقلال و سپاهان اینطوری باشه، یعنی بازی استقلال سپاهانی که تو تهران برگزار میشه شاید وی آر داشته باشه، که به نظر من خیلی اتفاق خوبی میتونی باشه. کلن پنج بازی اول ما که هر پنجتاش هم قطعا قبل از عید برگزار میشم یه مقدار بازی های سنگینیه. اولیش که خب سند نفت یه مقدار آسان‌تر بود که بردیم با خیال راحت، باید هم میبردیم حتما، ولی ما چند تا بازی خیلی سخت داریم. ما بازی بعدیمون توی انزلی با ملوانه که به نظر من خیلی سخته. ملوان تو همین بازی گذشتهش زباهن ربیعی رو برده و ربیعی هم استعفا داده و ملوان تارتار از نیم فصل اول حتی بهترم شده. به نظر من خیلی بازی سختی تو انزلی داری. بعدش هم باید بیایم توی تهران با سپاهانی بازی کنیم که زخم خورده شکستاش از الهلاله. فعلا بازی رفتو که باخت تو خونه خودش 3-1، قطعا بازی برگشت هم توی زمین الهلال میبازه. حالا امیدواریم با سنگین نوازه، یعنی همونجوری که تحلیل بازیشون هم گذاشتم و آبرومندانه از الهلال 3-1 باختن، مطمئنم میتونن یه بازی آبرومندانه بازی برگشت بکنن و آبرومندانه حذف بشن و با جشنواره گل از جام باشگاه حذف نشن و یه تیمی که دوتا بازی باخته و رویش شکسته اون موقع میاد تهران با ما بازی کنه و برای بردن استقلال میاد که حالشو برگردونه به روزهای خوبش. اونجا یه بازی سخت با سپاهان داریم، بعد بریم اهواز و با استقلال خوزستانی بازی کنیم که دیگه باید امتیازا رو جمع بکنه و دونه دونه برای امتیازا بجنگه که براشون خیلی سخت امتیاز دست دادن، قطعا با ما خیلی سفت و سخت بازی میکنن و بعدم احتمالاً دربی با پرسپولیس اگر عقب نیفته. بنابراین تو این 5 هفته اولی نیم فصل دوم تا برسیم به هفته 20 بازی خیلی سختی داریم. 3 تا از 4 تا بازی بعدیمون قطعا خیلی سخته، یکم که خارج از خونه با استقلال خوزستان اونم فکر نمیکنم آسون باشه. اگر بتونیم از این 4 تا بازی آینده‌مون از 12 امتیاز ممکن 8 امتیاز بگیریم، یعنی 2 برد 2 مساوی یا حتی به نظر من 1 برد و 3 مساوی، عملکرد خیلی خوبی میتونه باشه و میتونه ما رو کاملا تو کورس و صدر جدول نگه داره. اگر بتونه جواد نکونام به نظر من بیشتر از 8 امتیاز از این 4 بازی بگیره، قطعا استقلال امسال قهرمان میشه.